الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولا نبي بعده. دليل دوم و فرمود و آنهایی که به پروردگارشان شرک نمی آورند. شرک نمی آورند، شرک به معنای عمومی تر است، چرا که توحید متحقق نمی شود مگر به پرهیز کردن از شرک به معنای عمومی آن، ولیکن معنای این آن نیست که از آنان معصیت سر نمی زند، چرا که همه فرزند آدم خطاکار است و پاک نیست، ولیکن هر گاه عصیان کنند پس آنان توبه میکنند و بر آن ادامه نمی دهند. دلیل سوم، از حسین ابن عبدالرحمن روایت است که گفت در نزد سعید ابن جبیر بودم، پس گفت کدام شما دین شب افتادن ستاره را دید؟ گفتم من. سپس گفتم اما من در نماز نبودم، ولی مرا نیش زده شد. گفت پس چیکار کردی؟ گفتم رقیه خواندم. چی تو را وادار به این کار کرد؟ گفتم حدیثی که به ما شعبی روایت کرد. گفت چی به شما روایت کرد؟ گفتم از برایده ابن سعید روایت است که او گفت رقیه تنها از چشم و تب است. گفت به تحقیق نیک است که شخص به شنیده هایش عمل کند. ولی ابن عباس رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرد که او فرمود امتها برهم در خواب عرض کرده شد، دیدم که پیامبر میگذرد و بابای یک نفر است و پیامبر میگذارد که بابای دو نفر است و او را متابعت میکنند و پیامبر دیگری که بابای یک گروه است و پیامبر دیگری را دیدم که هیچ کس بابای نیست. پس سیاهی بزرگی را دیدم که آفاق را پر کرده بود، امید کردم که این امت من باشد. پس گفته شد این موسی و قوم است. پس نگاه کردم این هنگام سیاهی بزرگ دیدم. پس برایم گفته شد اینها امت تو هستند و همراه آنها 70,000 نفر است که به حساب و به عذاب جنت می‌روند. پس برخواست و داخل منزلش شد. پس مردم درک بدن آنها بس نمودند. پس بعضیشان گفتند شاید آنان همصحبتان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند و بعضیشان گفتند شاید کسانی باشند که در زمان اسلام به دنیا آمده و الله چیزی را شریک نگردانیدند و چیزهای را ذکر کردند. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم از منزلش بیرون آمدند، او را از این امر خبر دادند. پس فرمودند آنان کسانی هستند که طلب رقیه نمی کنند و خود را داغ نمی کنند و فعالی بد نمی زنند و به پروردگارشان توکل می کنند. کاشه ابن محسن قائم شده بود، الله را دعا کرد که من از جمله آنان باشم. فرمودم تو از آنان هستی. سپس مرد دیگر قائم شده گفت الله را دعا کن که من نیز از جمله آنها بگردانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند او کاشه بر تو پیش کرد. فرمود که چطور آبادار به این کار کرد، یعنی در این جایز بودن طلب حجت یا دلیل است لیکن با ادبانه. فرمودند رقیه تنها از چشم و تب است، یعنی علاج و دوای در حسد و نیز زدن زهرداران از رقیه شرعی به شرطهایش دیده فایده نکتر است، به شرطهایش دیده فایده آورده تر نیست. رقیه در غیر این دو نیز ثابت است، همه نیستدن هر صاحب زهر است و اما همه بلند شدن حرارت جسم است. راحت یعنی از 3 تا 9 طلب رقیه نمی کنند، یعنی از کسی طلب نمی کنند و به آنها دعا خواند برای امور زیرین. یکم قوت اعتمادش بر الله، دوم عزت نفسهایشان از خوار شدن برای غیر الله، سوم در این تعلق برای غیر الله است. روایت رقیه نمی خواند خطا است، همچنان که شیخ الاسلام گفت زیرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم رقیه می خواند و او را جبریل و عایشه رضی الله عنها رقیه خواندند و اینچنین صحابگان رقیه می خواندند. قسمهای مردم در طلب رقیه است، یکم از کسی طلب کند که او را رقیه خواند و از این کمال فوق شد از 7,000 خارج شد، دوم کسی که او را رقیه می خواند منع نکند و این را کمال فوق نمی شود چرا که او طلب رقیه نکرده است، سوم کسی که او را رقیه می خواند منع کند که خلاف سنت است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم عایشه رضی الله عنها را از رقیه خواندن منع نکردند و فرمودند و داغ نمیمانند، یعنی از این کس طلب نمیکنند که آنها را داغ کند و فعل بد نمیزنند، یعنی تطیر به چیزی دیده شده یا شنیده شده یا معلوم از روی مکان و زمان فعل بد زدن است و حکم آن شرک اصغر است. غیر این سه چیز از به حساب و به عذاب داخل شدن جنت منع نمیکنند. با
برای حجت هایی که با معالجه کردن عمل کرده و در بعض دواها سنا گفته است مانند اثر و سیادانه نوهای امت، امت اجابت، امت دعوت، امت اجابت که الله تعالی و رسول صلی الله علیه وسلم اجابت کردن، امت دعوت شامل کسی است که الله و رسول صلی الله علیه وسلم اجابت کرد و کسی که اجابت نکرد یعنی از کافران اصله ها یک معرفت مرتبه های مردم در توحید. دومین معنای تحقیق توحید چیست؟ خالص ساختن آن از شرک، بدعت ها و معصیت ها می باشد. سیوم تعریف کردن او سبحانه و تعالی ابراهیم را برای از مشرک نبودنش. چهارم تعریف او بر اولیای صادق برای از شرک سلامت ماندنش. پنجم ترک کردن رقیه و داغ از تحقیق توحید است، طلب رقیه و داغ کردن. ششم جمع کننده این خصلت ها همان توکل است، به حیث که از روی قوت توکل ترک کرد. هفتم عمیق بدن علم صحابه و معرفت آنان که این کار را به دست نآوردن مگر به عمل خالص کردن. هشتم حریص بدن در کار خیر، چرا که آنها خواستن به نتیجه برسند تا به آن عمل نمایند. نهم فضیلت این امت به مقدار و عدد و کیفیت و عمل. دهم فضیلت یاران پیروان موسی علیه السلام. یازدهم عزم بدن امتها بر محمد صلی الله علیه وسلم از برای تسلای او و بیان فضیلت و شرف او. دوازدهم البته هر امت با پیامبر از حشر بشود. سیزدهم کم بدن شخصانی که انبیا را پذیرفتند. چهاردهم پیامبری را که هیچ کس قبول نکرد به تنهاییش می آید. پانزدهم نتیجه این علم آن است که به بسیاری مغرور نشدن پس با آنها هلاک شویم و در کمی زهد نکردن، یعنی با آن کمی از بسیاری بهتر است. شانزدهم رقیه شرعی خواندن از آن سیب چشم و تفت و غیر این دو رخصت است. هفدهم عمقی علم سلف از روی گفتش که فرمود و تحقیق نیک است که انسان به شنیدنش عمل کند، پس دانسته شد که حدیث اول حدیث دیوم را مخالفت نمی کند. هجدهم دوری سلف از تعریف انسان با آن چیزی که در وی نیست. نوزدهم فرمودهش که تو از آنان هستی نشانه از نشانه های پیامبری می باشد. بیستم فضیلت رکاشه رضی الله عنه از جمله کسانی بودند که به حساب و عذاب داخل جنت می شوند. 22 نکرافتوری او صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.